آقای دکتر ایجادی، بفرمایید که شما تا اونجا که من یادمه در پاریس تازه وارد شده بودم شما رو در دانشگاه ونسن میدیدم. شما تحصیل خودتون رو در دانشگاه ونسن به انجام رسوندید؟ همطور که میدونید در پاریس ما حدود میشه گفت تقریباً به شکل خیلی کوتاه بگم بیش از 20 دانشگاه داریم که این دانشگاه ها بر اساس به اصطلاح قواعد اداری تقسیم بندی شدن. یکی از اون دانشگاه ها دانشگاه پاریس 8 بود که این در فردای ماه مه 68 فرانسه به وجود آمد و ویژگی اون دانشگاه که امروز هم البته هستش در این بود که باشگاهی بود، تریبونی بود برای بحث‌های بسیار بسیار نوین در حوزه اقتصاد، در حوزه جامعه شناسی، هنر، سینما و بنابراین مجموعه به اصطلاح افکار جدید و به خصوص فیلسوفان مهم در اون لحظه می آمدن و در این صحنه بحث‌های خودشون رو مطرح می‌کردن. من در اون دانشگاه که اشاره کردید می‌رفتم برای اینکه دلم همیشه می‌خواست در درون بحث‌ها باشم و نظر بدم، نظر پیدا بکنم، ولیکن رشته‌های کاری تحصیلیم رو در اون دانشگاه به سر نبردم، بلکه کار تحصیلیم رو در دانشگاه سوربن به صلاح انجام دادم و همطور که می‌دونید دانشگاه سوربن یکی از دانشگاه‌های بسیار قدیمی فرانسه هستش که با پرستیژ هستش به خاطر سابقه طولانیش در زمینه 700 سال 750 سال تأسیس شد. بله کاملا و بنابراین امروز هم کماکان یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسه و جهانی هستش. بنابراین من درسمو در اینجا خوندم و پس از اون در این دوران دوم به هر حال میشه گفت گذار به غرب یا آمدن به غرب هستش که حدود الان میشه گفت در نزدیک 25 سال هستش که توی دانشگاه‌های مختلف درس میدم، به خصوص در 4 دانشگاه درس میدم در زمینه‌های مربوط به جامعه شناسی، مسائل مربوط به اقتصاد پایدار، مسائل مربوط به اصطلاح سیستم های تولیدی و مدیریت سیستم های تولیدی و بنابراین من هم به عنوان یک ایرانی و هم به عنوان کسی که در این جامعه فرانسه تونسته جایگاه خودش رو پیدا بکنه به نوبه خودم از به هر حال ملت فرانسه تشکر میکنم، به خاطر اینکه به هر حال یکی از کیفیت هایی که به اصطلاح هر ملت داره و این رو باید روش همیشه پافشاری کرد اون بردباری هستش و امکاناتی هستش که یک ملت، یک کشور در اختیار دیگران قرار میدن و طبعا دیگران هم زمانی که شایستگی دارن، کارساز هستن، میتونن خدمت بکنن، فرصتی هستش که بتونن مجموعه توان فکری و جسمی خودشون رو برای پیشبرد برنامه‌های گوناگون به جلو ببرن و من خوشحالم که در این جامعه فرانسه هر سال بیش از چه بسا واقعا بدون اغراق شاید بیش از 1000 دانشجو از به اصطلاح جلسات درسی من، از کلاس‌های درسی من بهره می‌برن و من این رو برای خودم یک امتیاز محسوب می‌کنم و فکر می‌کنم که به طور حتم دانشجویی که من دارم، چرا که بارها گفتند و میگویند از کیفیت درسی من راضی هستند و من هم از کار و تلاش اونها راضی هستم. بسیار عالی است. آیده که من به یاد میارم که هر روز از دانشگاه ونسن با اتوبوس میرفتیم تا مترو. من بارها در کنار شما تو اتوبوس نشسته بودم و میدیدم شما با چه شور و علاقه روزنامه لوموند، روزنامه عصر پاریس رو میخوندید و یه روز هم دیدم با افتخار گفتید که بالاخره یک خبر درباره ایران توی لوموند خوندم. بله کاملا همونطور که شما واقعا حرفتون در زمینه خبرنگاری هستش، قلمزنی هستش این حرفا و ما هم به عنوان به حال دانشگاهی باید پیوست خودم رو در جریان قرار بدیم. من باور کنید که در تمام
درس‌های دانشگاه که دارم پیوسته و پیوسته به دانشجوی خودم ازشون میخوام و تشویقشون میکنم که روزنامه‌های جدی مانند لوموند یا به اصطلاح هفته‌نامه‌های جدی مثل نوول ابزرواتور، مثل اکسپرس و یا به اصطلاح مجله‌های لوپوان چی؟ بله لوپوان، مجله های فلسفی در زمینه مسائل فلسفی، زمینه های مسائل جامعه شناسی و اینا رو بخونن و بهشون میگم که ما احتیاج داریم که یکی این که بیاموزیم در این خوندن ها، این خواندن ها به ما اجازه میده به فضایی که درش قرار داریم رو پیوسته و پیوسته تغذیه بکنیم. و کار شما فقط اون گوش دادن به حرف استاد نیست، کار شما یک گوش دادن به تمام به اصطلاح درس ها و کلاس هایی که میرید هست، دوم باید کتاب بخونید و این کتاب رو در زمینه های مختلف در واقع چه ادبیات چه مسائل مربوط به جامعه شناسی و اقتصاد رو مرتبا باید بخونید، و سه باید روزنامه های جدی و معتبر رو بخونید. و بنابراین آنچه که ما رو تهدید میکنه نوعی تنبلی فکری هستش، نوعی در واقع استفاده نکردن از زمان ما هستش. هر جامعه فرهیخته، هر جامعه دانا، اون جامعه هستش که درش کتاب خون بالا هستش، روزنامه خون بالا هستش و همه اینها در یک بستر آزادانه به جلو میره. و بنابراین تشویق ما و میراث ما برای نسل‌های کنونی و نسل‌های بعدی خوندن، خوندن و باز هم خوندن هستش. ممنونم آقای دکتر. این کتاب جامعه شناسی آسیب‌ها و دگرگونی‌های جامعه ایران رو کی نوشتین و چه تیراژی داره؟ آیا خوب فروش رفته؟ بله البته این حدود این کتاب حدود 7-8 ماه پیش منتشر شد. فارسیه؟ بله بله، به این بله. کتاب همطور که دارید نشون میدید، خیلی متشکرم. این کتاب جامعه شناسی آسیب ها و به صورت تغییرات و دگرگونی ها در جامعه ایران در واقع یه کتاب حدوداً 600 صفحه‌ای هستش که در ارتباط با مسائل اساسی جامعه ما هستش، یک نگاه جامعه شناسانه هستش نسبت به مسئله قدرت سیاسی، نسبت به مسائل مربوط به فساد در سیستم حکومت ایران، مسائل مربوط به سیستم انتخاباتی و جامعه شناسی انتخابات، مطالبی هستش در ارتباط با آسیب هایی که مربوط میشه به مدیریت جمعیت در جامعه ما و موزلاتی که توسعه جمعیت در جامعه ما داره، مسائل مربوط به جامعه روشنفکری ما، مسائل مربوط به به اصطلاح لائیسیته در جامعه ما و به اصطلاح خفگی ناشی از استبداد و خفگی ناشی از در واقع مجموعه فشارهای مذهبی. و این کتاب آنچه که تا به حال به من گزارش دادن در ایران، من با به دنبال صحبتی که با ناشر کردم، چون ناشر ایرانی منتها مقیم انگلستان هستن و من خیلی راضی هستم از کار ایشون، در ایران کسانی که این کتاب رو بخوان میتونن برن روی آمازون این رو، اسم من رو به لاتین بزنن IDJIDI، این رو بزنن بلافاصله روی آمازون قرار میگیرن و روی آمازون میتونن این رو درخواست بدن و ورسیون الکترونیکیش رو در ایران دریافت میکنن. فقط و فقط بابت این یک به اصطلاح کمک هزینه به یکی از این انجمنهای خیریه یا انجمنهای محیط زیستی میتونن بکنن، قبض اون رو برای این ناشر میفرستن و بنابراین به طرز رایگان به دستشون میرسه. و در خارج کشور البته هم به شکل الکترونیکیش هم به شکل کاغذیش وجود داره که در سرتاسر به هر حال جهان من میدونم که اینجا اونجا خوانندگانی داره و به هر حال میخوندن و ازشون از این فرصت استفاده میکنم. کسانی که منو تشویق کردن و به اصطلاح حمایت خودشون اعلام کردن، من هم از اونها تشکر میکنم و امیدوارم که من در صدد این هستم. 3 پروژه دیگه در دستور کارم هستش که به زودی به هر حال منتشر خواهد شد. یک کتاب که کتاب دیگه هستش در ارتباط با مجموعه تئوری هایی که مربوط به محیط زیست میشه از قرن 19 تا به امروز، مجموعه تئوری ها در ارتباط با مسائل مربوط به زمین، آلودگی های زمین و آینده بشری و رابطش با طبیعت هستش. یک کتاب دیگه در ارتباط با مسائل مربوط به جامعه شناسی
شناسی دین میشه. ما همطور که میدونیم یکی از شاخه‌های جامعه شناسی، جامعه شناسی دین هستش و من این مسئله رو از نظر تئوریک و همچنین مجموعی به هر حال مسائلی که به جامعه ما و نقش اسلام و نقش شیعه هستش بهش پرداختم و حتما تشویق میکنم همه دوستان رو بخونن و نظرات خودشون رو در این زمینه مطرح بکنن. و بالاخره آخر هم یک به اصطلاح کتاب دیگه‌ای هستش که نزدیک به این تم آخر که در به اصطلاح بررسی و نقد به هر حال آنچه که گفته میشه به عنوان نواندیشان دینی هستش که مجموعه کسانی که به عنوان نواندیش در ایران هستند رو من از زمان مربوط به آل احمد گرفته تا امروز آقای مشهدی شبستری گرفته، آقای به اصطلاح آقایان دیگه‌ای که در این زمینه کار کردند و یا برها نظر دادن رو مطرح کردم و همه اینها رو بهشون نقد میکنم به خاطر اینکه جامعه روشنفکر ایران هم باید به گذشته خودش اگر چپ هستش نقد بکنه، هم به بخش لیبرال ها و دموکرات ها و جمهوری خان و هم از جمله در ارتباط با نواندیشان مذهبی، چرا که به هر حال اینها هرچند در حکومت نیستن ولی یک دوران گسترده از حکومت ایران رو حمایت ازش کردن و امروز هم اینها نقشی که در جامعه دارند، ما احتیاج به این داریم که به سوی جامعه سکولار باید بریم، ما به سوی جامعه لایک باید بریم، حال آنکه پیشنهاداتی که این افراد دارن ما رو در چارچوب نوعی به هر حال تمایلات یا سیاست‌های نوع مذهبی میخواد نگه بداره، حال آنکه امروز این دوره کاملا سپری شده و من از نظر روشنفکری، از نظر آکادمیک و از نظر فلسفی جامعه شناسی به مجموعی نظریات اینها انتقاد دارم و این انتقادات رو در مقالات مختلف و از جمله در این کتابی که خدمتتون عرض کردم بیرون خواهد آمد. خیلی ممنونم آقای دکتر ایجادی. یکی از موضوعهایی که در این کتاب مطرح شده و من از شما تقاضا میکنم به در حد اختصار این برنامه به اون بپردازید، موضوع در حقیقت رشد ناباوری به خدا، خدا ناباوری در ایران در پی پدید آمدن جمهوری اسلامی در ایران. از لحاظ جامعه شناسی خواهش می‌کنم به این موضوع پرداخت بفرمایید. بله، همونطور که میدونید این خیلی پدیده در ضمن در سطح جهانی ساده هستش، یعنی منتها باید پیوسته در همه زمینه های جامعه شناسی نظر داره. جامعه شناسی یک به اصطلاح روش انتقادی هستش. جامعه شناسی کارش، وظیفش این هستش که به ما یاد بده که جامعه رو بفهمیم، جامعه رو نگاه بکنیم و پدیده های کهن یا جدید رو بفهمیم اینا به چه خاطر به وجود آمدن و چگونه زندگی میکنن و احتمالاً به چه سمت و سوی حرکت میکنن. بنابراین جامعه شناسی به اصطلاح به هیچ وجه قصدش در این نیستش که چیزی رو محکوم بکنه، نه، جامعه شناسی توضیح هستش، جامعه شناسی نقد هستش و به همین خاطر آیت الله های حاکم بر ایران و از جمله ولایت فقیه موجود در ایران مخالف جامعه شناسی هستند، به خاطر اینکه جامعه شناسی چون نقد جامعه میکنه، چون نقد قدرت میکنه، چون نقد ایدولوژی میکنه، اونو در واقع برای خود چون زیان‌آور تلقی میکنن، حالان که جامعه شناسی برای یک جامعه خرد رو روش میده، دانایی رو روش میده و عقل و شعور مردم رو روش میده، خرد باوری، کاملا خردگرایی رو روش میده و به مردم میآموزه، به دانشجو میآموزه، به جوانان میآموزه که هر پدیده‌ای رو ما با نگاه انتقادی در اون لحظه تاریخیش باید قرار بدیم و مورد بررسی قرار بدیم، نگاهش بکنیم. ببینید مسئله‌ای که ذکرش کردید، ما در کل جهان ما چند میلیارد انسان هستیم؟ ما بیش از 7 میلیارد انسان هستش که روی این کره خاکی هستن. از روی این 7 میلیارد آدمی که روی این کره خاکی هستن، حدوداً بر اساس تقسیم‌های خیلی عمومی میشه گفت اینها حدوداً 5 میلیاردشون آدم‌هایی هستن که باورمند هستن، یعنی باور دینی دارن. حدود میگن 2 میلیارد به اصطلاح انسان هستش که یا
نگاهشون به آسمان نگاه ناباورانه هستش، یعنی اعتقاد به خدا ندارن، یا نوعی در واقع نگاه اگنوستیک دارن، یعنی نوعی شکپروری دارن. اگر این مسئله خیلی اتفاقا قدیمی است، شما اگر به خیام نگاه بکنید، خیام یک به اصطلاح حکیم شاعر و فیلسوفی هستش که نگاه شک داره و نگاهش به انسان در دنیا و نگاهش به آسمان در دنیا متکی بر این فلسفه شک هستش که آیا مثلا به فرض جهنم و بهشتی بعدن خواهد بود، که به این به نگاه شک نگاه میکنه. آیا جهان رو پروردگاری به وجود آورده که اون رو با یک نگاه گزنده و شکاورانه نگاه میکنه؟ و این در تاریخ همه جوامع وجود داشته، و از جمله شما اگر دقت بکنید حکیم بزرگ زکریای رازی که ایشون حتی به هیچ گونه دینی اعتقاد نداشته. بنابراین اینها رو با عنوان پدیده‌های اجتماعی باید نگاه کنه. آنچه که مربوط به غرب هستش یک وضعیتی هستش، آنچه که در ارتباط به ایران هستش یک وضعیت دیگه ای هستش. به عنوان نمونه خدمت رو عرض میکنم، در فرانسه حدوداً ما حدود 65 میلیون جمعیت داریم. از روی این 65 میلیون جمعیت بر اساس نگاه‌های جامعه شناسی امروز حدود 50% از فرانسوی‌ها خداباور دیگر نیستند. 50%. یعنی چی؟ یعنی کسانی هستن که میگن که ما زندگی میکنیم و احتیاجی نداریم که به اصطلاح برای زندگی خودمون رجوع بکنیم به یک خدای یک آسمانی، بلکه به اعتبار خرد، به اعتبار عقل سلیم، به اعتبار فرهنگ میتونیم زندگی خودمون رو ساماندهی بکنیم. آن کسانی دیگه ای که بقیه ای که اعتقاد دارن، یه بخش اعتقاد به مذهب کاتولیک دارن، یه بخش اعتقاد به پروتستانتیست دارن، یه بخش اعتقاد به مذهب یهودیت دارن، یه بخش اعتقاد به اسلام دارن، یه بخش اعتقاد و یا باور به اصطلاح دینهای آسیایی دارن و غیر ذلک. و بنابراین در ارتباط با ایران هم ما چنین پدیده ها رو میبینیم. یعنی این مسئله خیلی پیچیده‌ای نیست. جامعه ایران به شکل تاریخی در قبل از به اصطلاح هجوم عرب یک کشوری بودش که در این کشور یا سرزمین میشه گفت سرزمین میترائیزمه که به حدود بیش از 5000 سال برمیگرده. پس از اون ما به اصطلاح آیین‌های مال مانی رو داشتیم، آیین‌های به اصطلاح زرتشتی رو داشتیم که بعد از این مسئله به اصطلاح تعرض قوای عرب هستش و مجموعه تغییراتی که در ایران به وجود آمد و به مرور در واقع ایدئولوژی اسلامی به شکل با زور یا با تربیت‌های به اصطلاح مکتبی یا به زور مالیات به مرور در واقع در این جامعه غلبه پیدا کرد و از زمان صفویه نگاه و به اصطلاح گرایش شیعه به اعتبار حکومت و بودجه‌های دولتی و افرادی مانند مجلسی‌ها، اینها در واقع مجموعه دین اسلام در شکل شیعه‌اش رو در جامعه ایران در واقع گسترده و گسترده کردند که رسیدیم به انقلاب اسلامی و امروز ایران. امروز ایران یک جامعه مذهبی است. جامعه هستش که در اعماق خودش، در نگاه به اصطلاح مردم، باورهای مردم، زوایا و به اصطلاح رفتارهای متأثر از دین و ایمانشون هستش. ولی این جامعه سطوح مختلفی از ایمان وجود داره. شما نگاه بکنید مجموعه دستگاه حکومتی که بخشی از اینها بسیار فریبکار هستند، اینها میگن که تنها به اصطلاح نسخه و تنها شکل صحیح اسلام رو اونها دارن، یعنی اونهایی که تمام حوزه ها رو در اختیار دارن، حکومت رو در اختیار دارن، مجموعه آیت اللهی که بر این مملکت سوار هستند. خب در برابر اینها کسان دیگه‌ای هستن که صحبتش الان کردیم، میگیم نواندیشان، که اونا میگن نه، همچی چیزی نیست، ما به اصطلاح نوع برداشت و تفسیری که داریم که چیز دیگه‌ای هستش. حال در درون جامعه ما که یک جامعه‌ای هستش که پس از انقلاب شدیداً رنگ مذهبی که تاریخی وجود داشت در لحظه انقلاب به لحاظ لیدرشپ مذهبی که توسط آیت الله خمینی مطرح میشد بر ذهنیت‌ها غلبه پیدا
کرد و این ذهنیت‌ها ذهنیت‌هایی هم خواست‌های اجتماعی داشتن، هم متأثر به فکر و به اصطلاح اعتقادهای مذهبی بودش. اینا امروز این جامعه تغییر کرده. این جامعه به چه شکلی؟ در یک کلام که فرصتی باشه که دیالوگ داشته باشیم، یکی این که بخش کسانی که مذهبی هستن کماکان جامعه در اعماق خودش باورهای مذهبی داره، میرن به اصطلاح مساجد، میرن به اصطلاح امام ها رو زیارت کردن، یه بخشی از جامعه نماز میخونه، به اصطلاح دعا میکنه. این شکل‌های آیینی هستش که در جامعه وجود داره. حالا یه بخشی از اینها بسیار بسیار مکتبی و بسیار به اصطلاح فناتیک و بسیار بسته و متحجر هستن. یه بخش دیگه از اینها کسانی هستن، مسلمانای شیعه هستن، که نگاه آرامش یافته‌ای دارن و فکر میکنن که به هر حال تفسیری که دولت و یا جناح‌های به اصطلاح رادیکال مذهبی داره، اسلام‌گرایان بنیادگران داره، اونا ندارن. ولی در درون جامعه ما امروز در سالهای اخیر، در این 20 ساله اخیر، به اصطلاح گرایش‌های جدیدی رو می‌بینیم بالا آمده، که این گرایش‌های جدید رو ما از نظر جامعه شناسی باید نگاه بکنیم. این که همه میگن که مثلا این جامعه مسلمان هستش، این کافی نیست. این جامعه مسلمان است، ولی مسلمانی به شکل‌های گوناگون صورت می‌گیره. از سوی دیگر در کنار این مسلمانی، گرایشات فکری دینی دیگری هستش که در این سال‌های اخیر به خصوص رشد کرده، که یکی از این شکل هم شکلی هستش که بهش گفته میشه خدا ناباوری. یعنی از اونجایی که در واقع حسشون این هستش که یا پشیمان شدن از دینهایی که وجود داره، یا اینکه به نوعی عقلانیتی رسیدن که فکر میکنن که این عقلانیت و فرهنگ سازی بهشون اجازه میده که آرامش داشته باشند، رو به این سمت اونها رو کشونده که به نحوی معنویت خودشون رو نه در الزامن یک دین، بلکه معنویت خودشون رو در ارزش‌های والای انسانی جستجو بکنند. خیلی ممنونم آقای دکتر. این واژه خدا ناباوری ترجمه اتئیسم فرانسه است؟ بله بله بله. خدا ناباوری یعنی باور به خدا ندارن. باور به خدا ندارن یعنی کافرن. اینا در واقع به معنای به اصطلاح با کلام مذهبیش یا کلام دینیش میشه گفت به اصطلاح کافر هستن، ولی که این کافر این زبان مذهبی هستش و ما نباید این کلمات رو به کار ببریم. یعنی معنای کافر که زمانی که در اسلام گفته میشه، یعنی خون ریختنش حلاله، به خاطر اینکه تنها کسی حق داره و حقانیت داره که دین مبین اسلام داشته باشه، و اون کسانی که دین مبین اسلام رو ندارن در واقع در گمراهی به سر میبرن، همونطور که در قرآن مجید هم مطرح میشه و در سوره حمد هم حتی مرتب به اصطلاح مسلمانان تکرار میکنن. به دو بخش اشاره شده، یکی این که به اصطلاح نصارا یا عیسویان کسانی هستن که گمراه شدن، و از سوی دیگه در واقع یهود کسانی هستن که در واقع سر مخالفت با دین اسلام رو دارن، و بنابراین از نظر اسلام اینها رد هستن. یعنی گرچه به عنوان دینهای الهی تلقی میشن، ولی که از اونجایی که اسلام خودشو به عنوان آخرین دین تلقی میکنه، تمامی این ادیان به سوی اون در واقع باید قضیه رو تمام بکنن. ولی از سوی دیگه در کنار اینها کسانی هستن که بهش میگن منافق، کسانی هستن که میگن مرتد، کسانی هستن که میگن در واقع کافر. اینها در واقع اسامی هستش که بار چی داره؟ بار مذهبی داره، بار دینی داره. از نظر جامعه شناسی این به هیچ وجه درست نیستش. یعنی نه مرتد گفتن، یعنی مرتد یعنی چی؟ یعنی از خط دین خروج کرده، ارتداد کرده. کافر، کافر کسیه که به فرض دین ندارد، یا به فرض موارد دیگه ببینید، یا منافق کسی هستش که داره کاری میکنه، پنهانکاری و به اصطلاح روی به اصطلاح نوعی صداقت و پرهیزکاری درش وجود نداره. اینها درست نیست، این کلمات. ما باید کلمات خوب، متین و علمی به کار ببریم. و این مسئله به اصطلاح اتئیسم یک پدیده هستش که به اصطلاح جهانی هستش، در تمام کشورها وجود داره. همونطور که گفتم بیش از 2 میلیارد جمعیت جهان
تو به نحوی از آنها یا اتئیزم یا آنچنان شکی داره که فکر میکنه که دنیا رو در واقع این دنیا ناشی از اراده یک به اصطلاح خدا نیست، بلکه تو شما توجه بکنید نظریاتی که دانشمندا دارن، به فرض دانشمندانی مانند به اصطلاح داروین داشته تا یه حدودی، یا مثلا دانشمندان فیزیکدانهای معاصر برجسته، اینا کسانی هستن که تعقل اساسی که دارن میگن که آنچه که ما رفتیم و در جستجوش بودیم، کسانی هستن که البته باورمند هستن و خداپرست هستن، ولی خیلی از اینها در واقع به اینجا رسیدن که مجموعی آزمایش ها و تجربی هایی که دارن و دانشی که کسب کردن، این دانش خودش اجازه میده که مجموعی این هستی رو، این جهان رو، طبیعت و انسان رو با خودش توضیح بده. و بنابراین کسی که میگه که من به فرض ناباور هستم، این ناباور یک انسان هستش، دارای معنویت هستش، دارای ارزش‌های بزرگی انسانی هستش، و کسانی هستن که الزاماً به اون معنایی که مذهبی‌های به اصطلاح خیلی پررنگ یا فناتیک مطرح می‌کنن که ناباور مصادف با کسانی هستش که بدون ارزش و بدون اخلاق هستن، به هیچ وجه نیست. مطمئن باشید به هیچ وجه نیست. کسانی هستن که دینی و مذهبی هستند، بسیار انسان‌های شریفی هستند، کسانی هستند که بدون در واقع دین هستند، اونها هم باز بسیار انسان‌های شریفی هستند. ما این رو از نظر اجتماعی باید ببینیم، یعنی برد افکار رو در هر جامعه تغییر پیدا می‌کنه. و امروز جامعه ایران، جامعه شما نگاه بکنید، 50% همونطوری که خدمتتون عرض کردم، جامعه فرانسه امروز به دین اعتقاد نداره، ولی شما نگاه بکنید جامعه فرانسه از جامعه ایران که یک جامعه دینی تر هستش بسیار بسیار معنوی تر هستش. یعنی ارزش‌های انسانی، ارزش‌های مربوط به حقوق بشر، ارزش‌های مربوط به اصطلاح تحمل دیگری بسیار در این جامعه افسای به اصطلاح قوی تر هستش تا یک جامعه مانند جامعه ایران که درش به شکل شدیدی خشونت وجود داره، فساد وجود داره و اعدام وجود داره و تمام به اصطلاح عوامل و پدیده‌های منفی که ما در ایران به اون ابعاد داریم، به ابعاد ایران در اینجا نداریم. و شما در این جامعه هستین که این جامعه در واقع بخششون به خدا اعتقاد ندارن ولی به انسان اعتقاد دارن و فکر میکنن که احترام به انسان و پذیرفتن مقام انسان مهمترین درس برای زندگی کردن یک زندگی مشترک در جامعه مدرن و آزادمنش هستش. آقای دکتر ایجادی، شما در بخش همین کتابتون به نام خدا ناباوری نوشتید که تغییر اعتقاد دینی یک پدیده پیچیده است، زیرا امری فرهنگی و خانوادگی و روانشناسانه و روانکاوانه و با اعماق درونی انسان رابطه دارد. میشه توضیح بفرمایید؟ بله جناب آقای مهری، مسئله دین در همه جوامع وجود داره و یک مسئله بسیار پیچیده هستش. دین چجوری در انسان به وجود میادش؟ دین در کجای انسان، در کجای هستی انسان رخ نمی کنه و خود انسان رو در واقع جهت میده؟ اون در ضمیر ناخودآگاه انسان، در باورهای عمیق انسان، در عاطفه انسان، در باورهای فکری انسان میره نفوذ پیدا میکنه و می نشینه. ببینید برخی ها میگن دین به چه خاطر وجود داره در جوامع؟ به این خاطر وجود داره که انسان‌ها احتیاج دارن که گرد هم باشن و برای اینکه گرد هم باشن یک ایده، یک به اصطلاح چیز، دین، یک مذهب، اینها رو به عنوان یک جماعت مشترک در کنار هم به همدیگه نزدیکشون میکنه. و شما زمانی که یک دسته هستید، یک گروه هستید، احساس در واقع عاطفی متقابل بیشتری در خودتون حس میکنید و این فکر میکنید که به شما اجازه میده در آرامش و امنیت باشه. در جوامع گوناگونی که دین وجود داشته، یکی از توضیحاتی که چرا دین به فرد در جوامع ابتدایی به وجود آمد این هستش که انسان‌ها خواستن رابطه به اصطلاح متقابل خودشون رو بر این پایه پیوند بزنن. یه بحث دیگه هستش، میگن که نخه، دین از این زاویه به وجود آمد که
انسان در واقع نگرانی داشت و در برابر مسائل مربوط به طبیعت، در برابر مسائل مربوط به حیوانات یا نسبت به انسان‌های دیگه نگرانی داشته، به ناامنیتی داشته و در واقع رجوع می‌کنه به دین که خودش رو در واقع نوع پناه ببخشه. که البته این جنبه دوم با جنبه اول میتونه با هم بسیار نزدیک بشه و این پدید و پدیده در بسیاری از جوامع در کنار هم هستن. یعنی انسان ها وقتی که اون لحظه که انسان تنها هستش در برابر مریضی بیماری ها، در برابر اضطراب هایی که در زندگی هستش، به یک جایی میخواد که روش اتکا بکنه. خیلی از انسان ها فکر میکنن که اون ایمانشون، اون خدای اونها، اون قدرتی هستش که اینها رو ممکنه بهشون به صلاح قوت ببخشه، نیرو ببخشه. و بنابراین هرچند که واقعیت امر در زندگی اینها تغییری به وجود نمیاد، یعنی اون خدایی که اینها فکر میکنن مداخله عملا نمیتونه بکنه، ولی که از نظر روحی و توان فکری خودشون و مسائل عاطفی خودشون بهش پیوند میکنن و از این زاویه یک انگیزه قوی رو در درون خودشون تولید میکنن. حال این افراد در کنار این توضیحات دیگه هم هستش. به فرض میان که اگر به فرض دین رو در جوامع مختلف اگر اومد به عنوان یک ایدولوژی، یعنی چی؟ یعنی دین میاد به عنوان یک ایدولوژی تمامی ذهنیت رو در خود میگیره و زاویه حرکت ذهنیت رو متناسب خودش میکنه. یعنی چی؟ دین مجموعه ای از به اصطلاح اصول جزمی هستش که این اصول جزمی وارد ذهنیت انسان میشه و این اصول جزمی میگه که شما در این چارچوب زندگی شما معنا پیدا میکنه. همطور که ما میدونین برای قرآن، کسانی که به قرآن اعتقاد دارن و در اسلام، بیانش اینه که شما باید به قرآن اتکا بکنید، به دین الله اتکا بکنید و لا غیر و نه چیزهای دیگه، فقط و فقط در این راستا باید باقی بمونید و تمام زندگی شما رو در راستای قرآن در واقع توضیح میدن و میگن که تمام زندگی بشری از این کانال رد میشه. این نظر مسلمانان هستش، برای نظر همه به هیچ وجه این نیستش. بنابراین وقتی که دین به عنوان ایدولوژی عمل میکنه، ذهنیت رو در خودش میگیره، ذهنیت رو تابع خودش میکنه. بنابراین به دلایل گوناگون در یه جامعه‌ای که مانند جامعه ایران هستش و دین غلبه پیدا کرد، دین اسلام، به اعتبار حکومت صفویان، به اعتبار مجموعه حکومت‌هایی که پول ریختن، بودجه ریختن، امروز رادیو تلویزیون دارن و مجموعه اینها در دل جامعه باز تولید میشه و ذهنیت‌ها روزمره و شبانه از این تأثیر میپذیرن. شما یک لحظه توجه بکنه، اگه به فضل رادیو تلویزیون ایران در طی یک روز 5 ساعت اختصاص بده مثلا به دین با یا آیین بودایی، طبعاً کسانی که تمایل میتونن داشته باشن به آیین بودایی به سرعت افزایش پیدا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نقش به اصطلاح رادیو، نقش خبر، نقش به اصطلاح رسانه هستش و تاثیرپذیری انسان ها هستش. برابر این انحصار اجازه میده که دین انحصاری هم در اینجا به وجود بیاد، ولی به انواع اقسام دلایل وقتی این رفت در ذهنیت شما، در درون شما، این دیگه کار ساده نیست. شما کار ساده نیست که انسان رو از دینش جدا بکنی. کسانی که میرن و به سوی تحولات دیگه میرن، ما میدونیم پس از انقلاب ایران کسانی هستن که به سمت دین در واقع زرتشتی مجددا رفتن، یعنی آیین اجدادی خودشون، کسانی هستن که به سوی دین مسیحیت رفتن و ما این رو در بارها من در ایران شنیدم و حتی کسانی که از ایران خارج شدن اومدن و رفتن مسیحی شدن، اونایی که از سر صداقت این کار رو کردن. کسانی هم هستن که در واقع تمایل پیدا کردن که میان که خدای جمهوری اسلامی خدای ما نیست، من خدای دیگه ای دارن، و کسانی دیگه هم هستن که میان که نه این دین نه آن دین، بلکه به سوی در واقع دین پر به اصطلاح ناباوری. و اینها یک روند عمیق ذهنی عاطفی هستش. یعنی شما با دیکتاتوری نمیتونید دینی رو از ذهنیت خارج بکنید. کسی که از طریق دیکتاتوری و فشار میخواد کسی رو از هستی عاطفی خودش جدا بکنه، جز دیکتاتوری و استبداد چیز دیگه‌ای نیست. اگر تغییری صورت بگیره که میتونه بگیره،
به لحاظ یک مجموعه عوامل ذهنی، باورهایی که فرو می‌ریزند، باورهای دیگه میاد، ارزش‌های دیگه میاد در ذهنش، باز میشه و تجربه ها بهش میاموزه که طرز دیگه زندگی میکنه. بنابراین آیا این تحول مؤثر هست یا نه؟ بله، میتونه اتفاق بیفته، ولی این تحول به اعتبار یک مجموعه تغییراتی میتونه باشه که بسیار میتونه در واقع هزینه بالایی برای یک فرد داشته باشه، به خاطر اینکه سلسله ارزشی خودش رو در واقع کنار میگذاره و به مرور شما وقتی من به عنوان نمونه خدمت عرض بکنم، من زمانی که به اعتقاد پیدا میکنم به ارزش‌های مانند حقوق بشر، این یکی از محورهای زندگی من هستش. من چگونه به زندگی خودم رو توضیح بدم، چگونه توجیه بکنم برای زندگی خودم، من آن زندگی رو دوست دارم که در ضمن احترام به حقوق بشر بگذاره. و حقوق بشر رو من از ادیان نمیگیرم، حقوق بشر رو در این به اصطلاح مجموعه ارزش‌های نوینی میگیرم که از جمله در منشور به نحوه کورش به اصطلاح ایران ما هم وجود داشته. بنابراین شما وقتی که روی این خودتون سوار میکنید، میبینید که خب برای زندگی کرده این هستش. من به فرض، من فلسفه خیلی دوست دارم، فلاسفه کلاسیک و یا فلسفه های جدید مانند نیچه، مانند به هر حال فلاسفه فرانسه. شما وقتی که ذهنیت، من به عنوان یک روشنفکر وقتی که اینها رو میخونم، خب این ذهن من رو پر میکنه، این تمام تغذیه فکری من رو تامین میکنه و بنابراین دلهره های زندگی من رو همین ها میتونه به من جواب بده. این نظر حالت فردی من هستش، ولی انسان های متعددی هستن در جامعه که این انسان ها به دین و ایمان اعتقاد دارن، اونها باید دین و ایمان شخصی خودشون رو، فردی خودشون رو، اگر مورد اعتمادشون هستش کاملا نگه دارن. حق اونها هستش که دین داشته باشن، که ایمان داشته باشن. حق دیگران هم هستش که احتمالا دین نداشته باشن. ولی در این راستا باید یک نکته بیان کرد، و اون هم که آن که دین دارد و آن که دین ندارد، هر دو باید بپذیرن که تحمل و بردباری همزیستی با هم رو داشته باشن. مرسی دکتر. نشریه آلمانی، هفته نامه آلمانی دی سایت، در اکتبر 2012 در گزارشی زیر عنوان خدا ناباور در حکومت الهی به بررسی افزایش اتئیسم یعنی خدا ناباوری در ایران پرداخت. تهیه کننده این گزارش در این باره با برخی از جوانان در ایران گفتگو کرد. او میگوید این جوانان گرچه در خانواده های مذهبی بزرگ شده اند، اما دیگر اعتقادی به وجود خالق ندارند و اینها همه ناشی از کارکردهای جمهوری اسلامی است. درسته؟ کاملا صحیحه. ببینید، برابر این یک خبره دوست گرامی، این رو من نمیسازم، این من افسانه‌گو نیستم. به عنوان جامعه شناس ما باید اتکا کنیم روی داده‌ها و اتفاق‌ها و رویدادهایی که به وجود میادش. و برابر این شما این نمونه‌ای که از این گزارش در این مجله میبینید، من یکی از افرادی هستم که بسیار فعال هستم در روی به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و غیره ذلک، و اینها شما باور بکنید یا مثلا پاورقی هایی که در به اصطلاح سایت های مختلف در ارتباط با مقالات گوناگون از جمله یک سلسله مقالات من نوشته میشه، اینها کسانی هستن ایرانی، ایرانی هایی هستن که یا در خارج کشور هستن یا در داخل ایران هستن، و اینها رو من نساختم. اینها کسانی هستن که محصول این جامعه هستن، رشد کردن در جامعه ایران، و وقتی که شما نگاه میکنید، توجه میکنید، کسانی هستن که میگن که ما امروز نه به الله اعتقاد داریم، نه به اصطلاح اهورامزدا اعتقاد داریم، نه به یهوه اعتقاد داریم و نه به اصطلاح دین دیگه اعتقاد داریم. اینا آنچه که ما هستیم در واقع پرورش نوعی باور به ارزش‌های به اصطلاح انسانی و نه خدا باوری بلکه ناخدا باوری، یعنی همونطور که مطرح کردی نوعی اتئیسم، نوعی زندگی کردن جدای از باورهای مذهبی. آیا چنین چیزی میسر؟ مسلمه که میسره. ما در جامعه هستیم که دیکتاتوری است، تمامی
به اصطلاح رسانه های ایران در چارچوب خط ایدولوژیک حوزوی و دولتی کار میکنن. اونها تمام حقیقت رو نمیگوین، فقط رسانه های مانند برنامه و رسانه های شما هستش که آزادی فکر دارن و تریبون باز و آزاد هستن و از این طریق میتونه اخبار به داخل کشور برسه و یا از طریق فیسبوک یا از طریق برنامه های گوناگون این حرفا. بنابراین ما هیچ اعتمادی به مجموعه سیستم رسانه ایران نمیتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه سیستم های رسانه ایران، نظام رسانه ایران ایدولوژیک هستن، نظامی هستن، دینی هستن، سیاسی هستن و همه و همه در جستجوی باز تولید فکر، نظام فکری، دین حاکم هستند. برابر این اونها این حقایق رو بیان نخواهند کرد. آنچه که خواندید این واقعیت جامعه ما هستش. بله، جوانهایی از جامعه ما کسانی هستن که ببینید اون زمانی که حکومت جمهوری اسلامی آمد، خب همه فکر کردن که به هر حال با این حکومت به بهشت برین خواهند رسید، به هر حال زندگی بسیار آرامی خواهند رسید، به رفاهای جدیدی خواهند رسید. یادمون باشه آقای خمینی بر زمانی که اون به اصطلاح سخنرانی معروفش رو در به اصطلاح اوایل انقلاب مطرح کرد که گفت ما به اصطلاح برق مجانی میدیم، آب مجانی میدیم، اون خاطرتون هست تمام اون قرارهایی که ایشان اعلام کردن. ولی که این واقعیت 37 سال حکومت جمهوری اسلامی جز یک حکومتی که بی‌عدالتی‌ها رو تشدید بکنه، فساد رو گسترده بکنه، فساد اخلاقی رو روش بده، امروز یکی از برجسته ترین مظهرهای فساد اخلاقی خود حاکمان در ایران هستن. یعنی کسی که انتظار میتونه باشه که زمانی که شما در دینی برید دیگه دین شما رو محافظت کنه از اینکه در درون به اصطلاح مسئله فساد نیفتی، حالان که تمامی آیت الله های برجسته و در رأس امور ایران فاسد هستند. فاسد نه تنها فاسد بلکه دیکتاتور منش هستن، اختلاف با خودشون دارن ولی در ارتباط با دموکراسی، آزادی و حقوق اساسی ملت ما در واقع اونها در برابر ما قرار میگیرن. بنابراین اینها نمیخوان حقایق رو بگن. این جامعه از اون زمان انقلاب تا به امروز تحولات گوناگونی درش به وجود آمد. یکی این که اون حدود نزدیک 100% که پشت حکومت بود از پشت حکومت بیرون آمدش، کسانی هستند که امروز در رای ها شرکت میکنن ولی نه این رای به اعتبار به اصطلاح اعتقادشون به سلسله مراتب مذهبی و ولایت فقیه در ایران هستش، بیشتر از سر پراگماتیزم خودشون، مصلحت گرایی خودشون، یا اینکه به نحوی فکر میکنن که این بهتر از آن است و تغییری بتونن به وجود بیارن رای میدن. و از سوی دیگه غیر از جنبه سیاسیش امروز در جامعه ما باورهای جدیدی به وجود آمده. جامعه شناسی رشد کرده، علوم رشد کرده، مردم با رسانه‌های گوناگون ارتباط دارن، میرن، برمیگردن، افکاری که ما در اینجا مطرح میکنیم در ایران پخش میشه خوشبختانه و بنابراین تمامی این راه‌ها و مناسبات خبری و فکری دیکتاتوری رو به هر حال ضربه میزنه، شکاف درش میاندازه. و آنچه که شما مطرح کردید بله یک واقعیت اجتماعی هستش که در درون این جامعه کسانی به وجود آمدن به عنوان میشه یک گفت یک لایه اجتماعی امروز به وجود آمده که این لایه اجتماعی در سطوح مختلف فکر میکنه که بدون دین اسلام میتونه زندگی بکنه و این رو ما به عنوان یک واقعه اجتماعی باید نگاه بکنیم. طبعا حکومت اسلامی این مسئله رو تشدید کردش مسلما، به خاطر که اونها فکر میگن که این رژیم رژیم صادقی هستش، دیدن که نه اینجوری نیست و کسانی که بانیان در واقع دین هستن خودشون فاسد هستن و بنابراین این در شکستن یک سلسله تابوها، در شکستن یک سری باورها در واقع نقش داشت. و امروز میشه صحبت از این کرد که اگر در جامعه فرانسه 50% جامعه فرانسه ناباور هستن، در ارتباط با ایران نمیشه این عدد رو به این ترتیب دقیق گفت ولی که بر اساس مشاهدات و به اصطلاح نظریات و به هر حال دلایلی که وجود داره واقعا از نظر جامعه شناسی میشه مطرح کرد که یک لایه‌ای متشکل از جوانان، متشکل از به اصطلاح روشنفکران و متشکل از بخشی به اصطلاح خانوم ها به وجود آمدن
که اینها در واقع برای زندگی خودشون فلسفه دیگه‌ای دارن و این فلسفه فلسفه دینی نیست. دو دقیقه وقت داریم آقای دکتر. برتران راسل نوشت: من تمام بحث‌های اصلی وجود خدا را امتحان کردم و هیچ کدام از آنها از لحاظ منطقی از دید من معتبر نبودند. او از خدا ناباورانه، نه؟ کاملا صحیحه. ایشون یکی از همونطور که میدونیم پر برتران راسل یک دانشمند بزرگ، یک ریاضیدان بزرگ و یک به اصطلاح فیلسوف بزرگ هستش و از جمله کسانی هستش که باور به اصطلاح خداوند نداره و معتقد هستش، همونطور که شما هم مطرح کردید، تمام تجربه و زندگیش بهش میاموزه که به هر حال چیزی رو که در راستای اثبات به اصطلاح یک نیروی آسمانی باشه رو بهش نرسیده. و مسئله زیبایی انسانیت هم در همینه دوست گرامی، یعنی که جامعه خوب هستش که در تنوع وجود داشته باشه، جامعه خوب هستش که بتونه رنگ‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، ادیان مختلف، غیر ادیان مختلف، کسانی که باور به مذهب دارن، کسانی که باور به مذهب ندارن. شاعران ما، بسیاری از شاعران ما شاعرانی هستند که شکاک هستند. شما حافظ رو که میخونید میبینید که چقدر این مرد با عمق فکری که داره نیش میزنه و انتقاد میکنه به تمامی دستگاه سالوسانه در واقع روحانیت. و بنابراین اینها بیایند صحبت بکنند. و جامعه ما، جامعه مدرن همینه. یکی از ویژگی های یک جامعه مدرن، جامعه مدرن چیست؟ آن جامعه هست که همه افراد خدا باور و خدا ناباور و دیگران و دیگران بتوانند بدون ترس و واهمه، بدون آنکه زندگی اونها مورد تهدید قرار بگیره، صحبت بکنند، زندگی بکنند و برای پیشرفت جامعه طرح‌های جدید با توجه به ارزش‌های انسانی ارائه بکنند. خیلی ممنونم آقای دکتر ایجادی، متشکرم. امیدوارم که اجازه بدید در فرصت دیگری پیرامون بحث مهم خشونت در جامعه ایران با اون عمق اندیشتون بپردازید. شب روز شما خوش. متشکرم، خیلی ممنون. قربان شما.